أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به فرشتگانی که جان مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر می کشند و فرشتگانی که روح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا می سازند و گند به فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند و پس بر یکدیگر سبقت می گیرند و آنها که امور را تدبیر می کنند. آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را به لرزه در می آورد و دنبال آن حادثه دومین صیحه عظیم محشر رخ می دهد، دلهای در آن روز سخت مضطرب است. چشم های آنان از شدت ترس فرو افتاده است. امروز می گویند آیا ما به زندگی مجدد باز می گردیم؟ یا هنگامی که استخوان‌های پوسیده ای شدیم ممکن است زنده شویم؟ میگویند اگر قیامتی در کار باشد بازگشتی است زیانبار. بدانید این بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است. نهان همگی بر عرضه زمین ظاهر می‌گردند. یا داستان موسی به تو رسیده است؟ آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوا ندا داد و گفت سوی فرعون برو که طغیان کرده است. به او بگو آیا می خواهی پاکیزه شوی؟ من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و گناه نکنی؟ پس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد، ما او تکذیب و عصیان کرد. پس پشت کرد و پیوسته برای محو آیین حق تلاش نمود. ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود. گفت من پروردگار برتر شما هستم. این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت. این عبرتیست برای کسی که از خدا بترسد. یا آفرینش شما مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ و آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، زمین را بعد از آن گسترش داد، از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد، کوها را ثابت و محکم نمود. به اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. گامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد، آن روز انسان به یاد کوشش‌هایش می‌افتد. جهنم برای هر بیننده‌ای آشکار می‌گردد. ما آن کسی که طغیان کرده زندگی دنیا را مقدم داشته سلمن دوزخ جایگاه اوست. آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد ان بهشت جایگاه اوست. از تو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟ را با یادآوری این سخن چه کار؟ نهایت آن به سوی پروردگار تو است. آره تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می ترسند. ها در آن روز که قیام قیامت را می بینند چون این احساس می کنند که گویی توقفشان جز شامگاهی یا صبح آن بیشتر نبوده است.